ببینید توی فریم ورک ها مثل ESP، مثل لاراول، مثل جنگو، حالا ESP رو میذارم کنار، لاراول و جنگو رو میخوام در مورد صحبت کنم. شما آیا کار درستی است که بیای اینجا و هی اینجوری کنیم، بنویسی روت گیت مثلا اسلایدر کرییت و بنویسی یه فانکشن اینجا و برگردی بگی برای این هم بیا یه دونه صفحه درست بکنیم، میگم باشه درست کن، بنویس اسمش رو کرییت و بیا اینجا این قالب رو هی تکرار بکنیم و اینجا مثلا بنویسی h1، بنویسی دیس پیجز کرییت و اینجا هم این ایندکس رو بکنی چی؟ h1 this page is a index. خب یه چیزی اینجا همچین خوب نیست. چیه ای هر کی گفت؟ هی داره تکرار میشه. قالب هی داره تکرار میشه. یعنی من ایندکس نگاه کن صفحه همونه، کرییت هم همونه. یعنی بزرگترین و سختترین کار اینه که شما، حالا اونایی که آبجکت کار کرده باشن، مثلا سایت رو با آبجکت نوشته باشن، با پی اچ پی نوشته باشن، میدونن چقدر کار مزخرفیه که شما بیایید بشینید چیکار کنید، قالب رو صرف تا صدش رو هی تو صفحات دیگه تکرار کنید. راهی هم نداری ها، راهی نداری. وقتی راهی ندارم چیکار کنم؟ وقتی من نمیتونم کاری رو انجام بدم، این مدل رو کار اصلا نمیتونم قالبم رو بشکنم یا قالبم رو نمیتونم ارث ببرم. ارث بری هم مهمه، هم میتونم قالب ارث ببرم. توی حالا هم جنگو هم توی در واقع لاراول شما میتونید یه قالب داشته باشید و این قالب رو یک سر ازش ارث ببرید. آب خوردن چجوری میخوام یاد بگیریم؟ میام اینجا من توی ویو میام یه دونه دایرکتوری میسازم، اسمشو میذارم لی‌آوت. از الان تا آخر موقعی که من ازش استفاده میکنم اسمشو میذارم لی‌آوت. خب میذارم لی‌آوت و مینویسم اینجا مثلا اسمشو میذارم master.blade.php. من دیگه دارم دیگه بلید اینا رو دیگه میذارم و برام به همین زیبایی که میبینید درست نکرد، یادم رفت که اکستنشنش فعال نکردم. میاد اینجا همینجا از این مسیر میرید، مینویسی اسمشو چی؟ مستر. برای توی مستر جنریت کنم، میزنم اینجا و برام این رو جنریت میکنه. این رو فعلا هیچی توش نمینویسم، من میخوام اینجا بیام و بوتستراب اضافه میکنم. یاد بگی میخوام چیکار کنم. بوتستراب ندارم. بله میرم کجا؟ فرض کن میرم توی ایمپورتان، فرض کن توی شما دارید بوتستراب رو، میام و اینجا دنبال. چرا؟ نمیخوام الان استفاده کنم. jQuery نه. آه یادم این پروژه رو من کمپلت با چیز نمیشتم، با فلکس نمیشتم. تمپلیت نود ماژول نمیصرف. اینم نگاه کنیم، بیایم اینجا ریاکت نود. یه دونه از این پروژه ها من یادمه که بوت استرپ داشت. واقعا مدرم. نه نمیخوام واقعا این کار رو بکنم. ای بابا نه مهم نیست، ببینم تو فیلم باش. یه پروژه کمپانی ما داریم اینجا و بله میرم یه دقیقه اینجا. آقا هست، پره پره بابا هستش. اینجا بوت استرپ نمیبینی؟ خدا من اینقدر بوت استرپ دارم، مگه میشه نداشته باشه؟ پروژه ایلان ماسک به خدا تا الان دانلود شده بود. آقا بی خیال راست میگه، میریم دانلودش میکنم.
یه دقیقه میرید سایت گت بوت استرپ و میاید توی این قسمت گت استارتش. من ورژن 4ش رو میخوام، شما دوست داری 5ش هست، هیچ اشکال نداره. میاید روی دانلود، گزینه کامپایل سی اس اس ان جی اس رو میزنیم، ایشون دانلودی داده شد و میریم سایت جیکوئری. هم جیکوئری دیگه دارم، حالا ما که دانلود میکنیم مهم نیست. میاد اینجا یه دقیقه جیکوئری رو هم دانلود میکنید، روی این گزینه دانلود جیکوئری میزنید و قسمت کامپرسش رو میزنید، یه کلیک راست یه سیو از میندازی توی کجا؟ صفحه تو دسکتاپ. اینجا قرارش میدیم و اینم که بوت استرپمونه، اینم میگیریم میکشیم اینجا. دیگه من حواسم باشه بوت استرپم رو پاک نکنم و اینجا هم قرارش میدم. میام و اینجا کلیک راست اکسترکت فایل و اینجا اکسترکتش میکنم، اینو پاک میکنیم و میام این روی کنترل ایکس میزنم بوت استرپ 4 و 6. اینو هم میکنم همون بوت استرپ 4 منظورمه. میام تو قسمت جی اسش و اینجا جیکوئریش رو هم قرار میدم. این سی اس اس و جی اس شو من برمیدارم، میام تو پروژم، میرم تو کجا؟ ببین فایل هات رو اگر خواستی استفاده بکنی، چه هم از HTML، چه از CSS، چه JavaScript، چه ایمیج، چه ریاکت، ویو، هر جا خواستی استفاده بکنی میبری تو پابلیک. حالا ریاکت اینا برای چی؟ بعد نمونه صحبت. خب من اصلا داشتم و 2 ساعت داشتم دنبالش میگشتم. خب هیچ اشکال نه، پاکش میکنیم و از اول من توی پابلیک اینجا کلیک راست و پیست رو میزنم. CSS و JS رو اومد اینجا قرارش داد، باید میستم تا کامل آپلودش بکنه توی این قسمت و این رو هم میبندم، کاری نداریم. اینجا میتونستیم بیام اینجا کلیک راست بکنیم، بکنیمش مقدار یه دونه فولدر درست بکنیم به نام دیست و اینا رو بگیریم بکشیم بندازیم توش. این رو انداختم داخلش، برو سری این CSS مونم توش موف کنیم یا از همون اولش درست انتخابش میکنم. چقدر فایل داره، این داختمش تو دیست و این همه مسیر نمیرفتیم، هیچ اشکال نداره. میام این رو هم میگیرم میکشم میندازم تویشون، این درگ اند دراپی رو که انجام دادیم و مووش کرد. خب الان این دیست من داخلش چیا هست؟ هم CSS هم JS. خب چجوری میتوانم از این استفاده بکنم توی پروژه؟ توی قسمت مستر میاید اول که لطف میکنی میای برمیگردی اینجا که خیلی ساده است، لینک CSS، لینک رو میدی بهش، میای اینجا کنترل اسپیس، آیا میخوای اینجا به این صورت مقدار دی بکن کار اجتماعی، آدرس دی ابسولوت یا ریلیتیو از این قسمت انجام نمیدی، میای اینجا به صورت در واقع دابل اینترپولیشن رو قرار میدی و مینویسی دستوری داره به نام اسست. اسست دقیقاً اشاره میکنه به پوشه پابلیک. میذارم اینجا کافیست. ببین قشنگ همه رو به همین زیبایی که شما دارید میبینید شناخته. خب من مینویسم دیست css bootstrap min.css میزنم، این bootstrap min رو قرار دارم، دارم میگم آدرست کجاست. asset دقیقا اشاره میکنه به پوشه پابلیک و می نویسم دیست css bootstrap min.css js چه قرار بدیم. میام و اینجا برمیگردم میگم js script source. اولین کاری که میکنید میزنید asset گزینه میزنیم دیست js jQuery، بعدی باندل دیگه دوستان، باندل min.js و اینجا رو هم قرار داد.
میام پروژه هم رو میخوام درست بکنم، مینویسم template project. اصلا npm نمیتونید استفاده بکنید، قاعده داره استفاده کردنش بهتون به موقعش که رفتیم دانلود کردیم پکیجاشو قاعده داره، وب پک تو باید راه بندازید کلی مسیر داره. خب template project رو نوشتم و n template project رو اومدم اینجا نوشتم، مینویسم section و کلاس کانتینر فلوید رو میزنیم، پدینگ رو صفر میکنی. خب آیا من میام اینجا پروژه رو طراحی میکنم؟ نه، اینجا قراره که پروژتون، اولا پروژه شما اگه اونایی که پروژه پی اچ پی کار کرده باشن میدونن که من میام این رو یه قسمت میکنم پروژه رو، این ورم یه قسمت میکنم، خب و بادی رو هم میکنم یه قسمت و وسطش رو ما میخوایم تغییر بدیم، میگه درسته؟ دستوری داریم به نام yield. yield یه اسمی میذارم براش به نام content. چرا گذاشتم content؟ میخوام وسط رو تغییر بدم. حالا یکی میذاره content، یکی میذاره body، یکی میذاره source، یکی storage، هر چی که دوست دارم میذارم content. خودش یه اسمی آفر میده به نام content. خب الان یه template شد که من میتونم این ایندکسه و این create میتونن ازش ارث ببرن. چه جوری؟ بریم یاد بگیریم. الان اون یه تمپلیت دیگه، این یه تمپلیت خیلی خوب و طرا تمیز، همه مواردم توش هست، کافی است من بیام اینجا دستوری داریم به نام extend، میگم ارث ببر، میگه از کی؟ میگم layouts master، میگه خب الان میام میرم اینجا و برمیگردم یه رفرش میکنم، یه کنترل یو میزنم، برد یا نبرد؟ برد. چقدر زیبا اومد همه رو قشنگ تر و تمیز میتونید ازش استفاده کنید. خب حالا یکی برمیگرده میگه من میخوام وسطی چی بنویسم؟ ییلد رو اگر اومدی قرار دادی برای یک مقدار برای صدا زدنش در صفحات دیگر از دستوری به نام سکشن استفاده میکنی، مینویسی سکشن اسم کانتنت. دوباره از اول ییلد رو توضیح بدیم. ببین این فرض کن یه قالب منه، خب یه قالب، این قالب رو ما الان ساختیم دیگه، مستر رو دیگه، درسته؟ این مستره، مستر این هدش بود، این بادیش بود که جاوا اسکریپت ها بودن، هدش هم سی اس اس ها بودن، این وسطش رو هم که من اومدم این مقدار گشتم به نام چی؟ ییلد. خب حالا اومدم چند تا صفحه درست کردم، یکی ایندکس، یکی کرییت، میخوام این قالب رو ارث ببرم، دستوری داشتیم به نام چی؟ اکستند، گفتم اکستند کن، اکستند کن، این اکستند رو که ما گذاشتیم اومد یه قالب رو ارث برد. حالا من میخوام وسط این یه چیزی راحت بنویسم، وسط این یه چیزی راحت بنویسم که این وسط در واقع داره به این صدا میزنه. خب ببین شما اینجا تو مستر بلید تو این قسمت، تو این قسمت کانتینر فلویدی که هستش، من اومدم نوشتم ییلد، یعنی این صفحه سفید رنگ که اینجا دارید میبینید، من اومدم چیکارش کردم؟ اومدم چیکار کردم؟ برای هر صفحه میخوام دیتای مربوط خودش رو بذارم، یعنی در واقع این رو کاملا چیکارش کردم؟ داینامیکش کردم. داینامیک به چه صورت؟ داینامیک الان توی این صفحه من میتونم صداش بزنم و یه دیتا بذارم، توی این صفحه میتونم صداش بزنم و یه دیتا بذارم. خب این خیلی خوبه دیگه. شما این هستش که هی قالب رو برمی‌داری می‌بری می‌ذاری یه جا، وسطش عوض می‌کنه. قالب رو برمی‌داری می‌بری یه جا می‌ذاری، وسطش عوض می‌کنه. فهمید شد؟ برای همه دیگه از اون استفاده میکنن،
همه دیگه ازش، کل پروژه اصلا خوبی لاراول با جنگو همینه، شما یه قالب درست میکنی میذاری یه گوشه، همه چی هم داره، هم جاوا اسکریپت بهش اده، هم جی کوئری تو بوت استرپت بهش اده، هم به سی اس اس اش بوت استرپت اده و به همه صفحات هم میاد اضافه میکنه. خب این خوبیش دیگه، من برای چی ای بی نویسم فلان صفحه هی اد کنم، هی فلان صفحه اد کنم، برای چی خودم در نظر بنویسم؟ نه میگم بذار زر جور تبرسیم. الان من اومدم و اینجا چیکار کردم؟ اومدم اینجا گفتم این وسط رو من میخوام چیکار کنم؟ داینامیک کنم. چجوری میتونم یک ییلد رو تو صفحات دیگرم صدا بزنم؟ دستوری داریم به نام سیکشن، گزینه داریم دقیقا سیکشن داخلش ییلد چی نوشته؟ اینجا هم می‌نویسی کانتنت، سیکشن رو باز کردی با اند سیکشن می‌بندیش. حالا وسطش هر چی نوشتی. می‌نویسم سیکشن کلاس مثلا ایندکس. خب سیکشن کلاس رو دات ام داش صفر سیکشن دات کل 6 و دات آف ست داش 3 و دات، نه دیگه دات نمیخوام، این جامبوترونش هم بذاریم، H1 Hello World رو میذارم، یه پی لورم لورم و تگ A گزینه کلاس BTN BTN-Success و Read-More. میام و اینجا F5 رو میذارم. ایشون اومدن اینجا یا نه؟ اومد. مثل از خوشگل ترش هم بکنیم یه امتی تاپ سه هم بهش بدیم، یه فج بزنیم ایشون یه ضربیات پایین تر. این برای صفحه چیه؟ ایندکسمونه. اینا هاشش توی روتمون، توی روتمون صفحه ایندکس رو داره صدا میزن، اسلایدر داره صفحه ایندکس رو صدا میزن. اینا هاشش. حالا کرییت چی؟ کریت رو اول من ریترن نکردم، ویوشو ریترن کنم، کلاس می نویسم اسلایدر کریت و سمیکالنش رو میذارم، میام و اینجا F5م رو میزنم. الان میرم کجا؟ میگم کریت. خب کنترل یو رو میزنم، دیس پیج ایز کریت رو گذاشته. خب من کریت رو هنوز مقدار دهی نکردم. بله شما اولین کاری که میکنی می نویسی extend چی؟ layout master. خب این از این F5 تو میزنی، لیات رو میکشه اینجا. ببین لیات رو برای ایشون اینجا کشید، میگه وسط این کانتنر فلو بدم. شما میتونی شما چیکار کنی؟ شروع کنی به نوشتن. میام اینجا کانتن گزینه اند سیکشن فرض کنم می‌نویسم که سیکشن کلاس کرییت سیکشن کلاس رو ام داش صفر سیکشن کلاس کول داش 6 دات آفست داش 3 و دات ام تی 3 یه جامبوترون هم میذاریم و فرم کاری هم نمیخواد اینجا بکنم. سیکشن کلاس فرم گروپ یه لیبل میذارم اینجا الکی، یه چه میدونم فرست نیم میذارم، یه اینپوت تایپ تکست و نیم فرست نیم و یه پلیس هولدر فرست نیم رو هم میذارم. میام این رو یه دو سه بار کپیش میکنم چون آیدی که نداره، یه دو سه بار کپی کن بذار اینجا، یه سیکشن فرم گروپ و اینپوت تایپ سابمیت ولیو رجیستر و کلاس مثلا btn-success رو بذار. میای اینجا F5 رو میزنی، ببینی فرم رو برات اینجا کشید و کلاس فرم کنترل و
بنش. اومد اینجا قرار داد. کرییت اومد این فرم رو قرار داد. اسلایدر اومد این فرم رو قرار داد. چه اتفاقی افتاد؟ هیچ. وسطشون داره عوض میشه. ولی ببینید فرمت CSS هاشون و باندل هاشون این مواردی که اینجا وجود داره هیچ کدوم عوض نشده. تمپلیت همون تمپلیته. تمپلیت همون تمپلیته. فقط وسطشون داره به وسیله این ییلدی که ما اومدیم اینجا قرار دادیم داره چیکار میکنه؟ عوض میشه. فهمیدن چی شد؟ آره دیگه اگه اینجا بیام مستر مثلا استایل بدی دیگه به همش اعمال میشه. چیکار باید بکنم درست بشه تو فیلم بعد؟